کوی آزاردهنده که ناشی از کوی از زباله ها در بریتانیا برای ساکنان اطراف آن به صورت یک مشکل لاینحل در آمده. برخی از شرکت های بازیابی زباله در بریتانیا که به دلایلی از این عملیات خارج شدند، انبوهی از زباله را در فضای باز رها کردند که هزینه پاکسازی آن سر به میلیون ها دلار میزند. سیران شرفی و جزئیات بیشتر در این باره. شهر اوپینگتون در جنوب شرقی مادر شهر لندن و دریایی از زباله‌های رها شده در زمین‌های شخصی که بوی تند و بیزار کننده آن دمار از ساکنان محل درآورده. از پنجره‌ها به خونه رسوخ می‌کنه و وقتی درو باز می‌کنی که وارد خونه بشی بوی زننده همه جا رو گرفته. اونایی که خونه‌شون نزدیک‌تر به زباله هاست میگن که در مواردی چند روز بعد که در یخچال رو باز می‌کنن این بو حتی به فریزر یا یخدان هم نفوذ کرده. بر اساس پژوهشی جدید تقریباً 60 سایت مشابه در سراسر بریتانیا وجود دارد که هزاران تن زباله شهری بدون مدیریت و بازیابی در آن رها شده‌اند. یکی از مقام‌های محلی می‌گوید شرکت ورشکسته‌ای که این آشغال‌ها را در زمین‌های شخصی در اوپینگتون رها کرده، مالیات شهرداری را هم نداده است. دفن یا بازیابی زباله‌های شهری و بیمارستانی در بریتانیا زیر نظر وزارت محیط زیست انجام می‌شود. در بخشی از تارنمایی آن وزارتخانه، فهرستی 18 صفحه‌ای شامل مقررات مربوط به تصفیه و بازیابی تقریباً 600 نوع از زباله به تشریح ذکر شده. اما یکی از مالکینی که زمینش با انبوهی از زباله‌های بی‌صاحب به صورت یک آشغالدونی بزرگ درآمده، معتقد است که عملکرد شرکت‌های سابق بازیابی زباله تنها بخشی از مشکل است. باید مقررات بهتری در این مورد وضع می‌شد و نمی‌گذاشتن که به این مرحله برسه. ماموران محیط زیست از محل بازدید کردند، اما تصور نمی‌کنم که آنها وظیفه‌شان را آنطور که باید و شاید انجام دادند. با این حال، مقام‌های وزارت محیط زیست بریتانیا می‌گویند 95% شرکت‌های بازیابی زباله از مقررات تبعیت می‌کنند و عامل مهمی در مدیریت این بخش از خدمات شهری‌اند. سیران شرفی، صدای آمریکا.